سلام، روزتون بخیر. امیدوارم هر جا که هستید حالتون خوب باشه. با یه ویدیو دیگه امروز در خدمتتونیم و قرار راجع به وریور پروتکشن صحبت بکنیم، اسپکی که بارها و بارها ازم درخواست شد راجبش صحبت بکنم و سعی کردیم توی یه ویدیوی نسبتاً کوتاه ولی کامل راجع به این اسپک صحبت بکنیم، نکات مختلف کلاستون رو بهتون آموزش بدیم. و وریور پروتکشن یکی از اسپک های مورد علاقه خودمه، برای همین سعی میکنم توی ویدیو که مهمترین نکاتش رو به شما یاد بدم که اطلاعاتی از دست ندید. اگر باز بعد از ویدیو باز هم سوالی بود، از طریق کامنت ها و یا از طریق لینک دیسکورد که توی توضیحات ویدیو هست میتونید با من در ارتباط باشید. بریم ویدیومون رو شروع کنیم. خب بریم سراغ ویدیوی وریور پروتکشن رو شروع کنیم راجع به وریور پروتکشن به صحبت کردم. فقط قبلش باید یه نکته بگم، اگر تا پیش از این ویدیو هامون رو ندیدید، ما تو ویدیو هامون سعی میکنیم راجع به تلنت ها، اسپل ها، گیر، استات و خلاصه همه چی یه هیرو توضیح بدیم و شما رو با همه این نکاتش آشنا کنیم که سوالی براتون گنگ و نامفهوم نمونه. فقط بعد از این اگر باز هم سوالی بود میتونید از طریق کامنت های یوتیوب یا لینک دیسکوردی که توی توضیحات همه ویدیو هاست با ما در ارتباط باشید و سوالاتتون رو بپرسید و من در حد توانم سعی میکنم جواب بدم. خیلی سریع بریم سراغ تالنت ها و توضیحات مربوط به تالنت ها رو بدیم. توی بخش تالنت ها من پیش از این یادمه توی یکی از ویدیوها گفتم که وریور تالنت های جنرالش یه ترکیب بسیار خوبی از تالنت های دیفنسیو، آفنسیو و یوتیلیتیه و اونجا کامل راجبش توضیح دادیم و اینجاست خیلی سربرگوار میخوام براتون فقط اشاره کنم و لینک ویدیو رو هم بالای صفحه میذارم که برید حتما اون بخش رو ببینید. تلنت های دیفنسیو اون چیه دیگه؟ دیفنسیو استنس، اسمش روش، 20% دمیج تیکرمون رو کم میکنه، 10% دمیج دارمون هم کم میکنه و استنسیه که وریورهای تانک معمولا رو این بازی میکنن. دیگه چی داریم؟ رالینگ کرای داریم که جایگاه ثابت وریورها تو رید از روی همین تلنت میاد که ما توی یه ویدیو راجب اینکه چه کلاس های تو رید جایگاه خیلی خوبی دارن و چرا جایگاه خیلی خوبی دارن صحبت کردیم و اونجا راجب رالینگ کرای هم صحبت کردیم. دیگه این پندینگ ویکتوری رو داریم که هر 25 ثانیه شما 30% اچ پی تون رو میتونید پر کنید. به جز اینها دیگه چی داریم؟ دیفنسیو های مختلف که زیاد داریم دیگه. یوتیلیتی هم خیلی داریم، دو تا استان داریم، استورم بولت و شاک ویو، فیر دست جمع داریم، اسپل رفلکت داریم دیگه، دمیج خیلی زیادی داریم از روی تاندرس رو اینها، یا مثلا تالنت های پایین خود شاک ویو و اگه بگیریم دمیج خیلی زیادی میتونه شاک ویو مون بده و از نظر آفنسیو و اسپل های دمیج هم ماشاءالله دستمون باز. اویتار داریم که بهمون 20% دمیج دان میده، تو تایم اویتار تاندر کلپمون دمیجش زیاده و خلاصه خیلی چیزهایی که تو تالنت هامون موجوده، مثل تالنت مثلا ریونج 20% 25% دمیج زیاد میشه و خیلی چیزهای دیگه که اگه بخوایم صحبت کنیم خیلی وقت میگیره. خب بریم سمت پروتکشن و تو پروتکشن هم صحبت بکنیم. اولین تالنتی که میخوایم تو پروتکشن صحبت کنیم ایگنور پین و سورس اصلی دیفنسیو وریور تانک. چی کار میکنه؟ گفته به میزان یک عددی که روش نوشته و این عدد حالا به نسبت اتک پاور و این هامون جا به جا میشه، شما 50% دمیج تیکنتون کم میشه تا زمانی که اون شیلد روتونه. یعنی شما دکمه ایگنور پین رو که میزنید مثلا ایکس کی 100 کی مثلا بهتون شیلد میده، تا این 100 کی شیلد روتون باشه شما 50% دمیج تیکنتون کمتره که خیلی نکته مهمیه که باید راجبش بدونید. بعد از اون رونج رو داریم که رونج چی کار میکنه؟ رونج یه دمیجی به تارگت های جلویتون میزنه و هر بار داج یا پری بدید ریست میشه، ریج نمیخواد و حالا کولدان هم که هیچ وقت نداره، فقط از همون ریج نمیخواد که به صورت عادی دیگه اینجا میتونیم دائما استفادهش کنیم و یکی از دلایلی که وریورهای تازه کار دمیج کمی میزنن که از رونجشون خیلی کم استفاده میکنن. رونج تلنت های مختلفی داره، مثلا اینجا دمیجش زیاد میشه، اینجا دوباره دمیجش زیاد میشه و زمانی که رونج میزنید تاندر کلپ بعدیتون 20% زیاد میخوره و خیلی تلنت های دیگه که رونج رو باف میکنه. خب میخوایم بریم سراغ یه سری تالنت که راجبش صحبت بکنیم. اولین تالنتی که میخوام راجبش صحبت کنم بورتال وایتالیتی. چی کار میکنه؟ گفته 10% دمیجی که میدید میره تو اون ایگنور پینه. ما گفتیم ایگنور پین سورس اصلی دیفنسیو وریورهای پروتکشنه و اینکه 10% دمیجی که بدیم بره اونجا خیلی نکته مهمیه. پس وریورها باید یاد بگیرن دی پی اس بدن. دی پی اس دادن یکی از بخش های مهم وریور
تانک مثل تانک های دیگه نیست که مثلا یه چیز کمکیه به گروهتون باشه. اینجا یکی از بخش های دیفنسیوتون دی پی اس دادنه، یعنی اینکه یاد بگیری چجوری دی پی اس بدید خیلی مهمه. مثال بخوام بزنم، مثلا همین تالنت که قبل از این راجبش صحبت کردیم، گفتیم رونج که میذاریم تاندر کلپ بعدیمون 20% قوی تره، پس خیلی مهمه که حواسمون باشه قبل از هر تاندر کلپ یکی رونج زده باشیم. یا مثلا یه تالنت دیگه داریم به نام وایلنت اوتبرست، استک میشه به میزان ریجی که مصرف میکنیم و زمانی که به 8 تا استک میرسه شیلد اسلم یا تاندر کلپ بعدیمون 200% دمیجش زیاد میشه. پس ما باید حواسمون باشه تو ای یوی حتما تاندر کلپ رو استفاده کنیم با وایلنت اوتبرست و تو سینگل تارگت شیلد اسلمش رو استفاده کنیم. یه وقت اشتباه نزنیم که دمیجش ویست بشه و مثلا تیکه تاندر کلپش رو در نظر بگیرید، گفتی 200% دمیجش زیاد بشه، ما اینجا میتونیم 20% دوباره دمیج تاندر کلپ رو زیاد کنیم. خیلی چیزای دیگه که میتونه رو دی پی اس مون تاثیر بذاره و دی پی اس مون مستقیما میتونه روی دیفنسیو مون تاثیر بذاره. خب دیگه چی تالنت داریم که بخوایم راجعش صحبت کنیم؟ یه تالنت شیلد چارج هست که رو بخش اسپل ها راجعش صحبت میکنیم، انگر منیجمنت، که خیلی ساده است، نیاز به توضیح خاصی نداره. به میزان ریجی که مصرف میکنید کولان اویتار و شیلد والتون کم میشه، شیلد وال دیفنسیو اصلیتونه 40% دمیج تیکنتون رو کم میکنه و تالنت های مختلفی داریم که کولان شیلد وال رو کم میکنه، مثل این پنتریتبل وال، مثل دیفندر اف ایجز و خیلی چیزای دیگه. فقط میخوام توی این بخش راجع به یک تالنتی صحبت کنم که میدونم بعدا شاید وقت نشه یا یادم بره راجع بهش صحبت کنم و اون تالنت اسمش اسپل بلاکه. و اسپل بلاک کارش چیه؟ کارش اینه که به شما این اجازه رو میده اسپل ها رو هم بتونید بلاک کنید. خب شاید تا حالا تانک بازی نکرده باشید و اصلا با قاعده بلاک آشنا نباشید. بلاک چی کار میکنه؟ بلاک باعث میشه دمیج اسپل ها کاهش پیدا کنه. میبینید من 38% مثلا بلاک دارم، باعث شده شانس بلاک کردن دارم، باعث میشه که مثلا تا 42% من دمیج اسپل ها و اتک ها رو کاهش بدم. مثلا یه اتکی قرار بوده به هم بخوره مثلا 100k میخوره 58k، حالا من میتونم این رقم رو بالا ببرم، بلاک ولیوم رو بالا ببرم. پس خیلی مهمه که بدونید اسپل بلاک چی کار میکنه. یه سری دانجن ها، یه سری ات ها هست، خیلی ات های واقعا بدین و دمیج خیلی زیادی میدن و تانک وریو در مقابل اسپل ها یه کوچولو اگه اسپل بلاک نباشه درست بازی نکنه ضعیفه. مثلا استارت نلساروس رو در نظر بگیرید، اون دوتا عدی که استارت میکنید از دو طرف میان، اونها یه کستی دارن که دمیج ماجیکال خیلی زیادی میزنه. اگه وریور پروتکشن اسپل بلاک داشته باشه و بزنه، عملا اون کسته هیچی بهش نمیزنه و خیلی راحت و خوشحال میتونه برش خوحال کنه. اگه نداشته باشه هر کدوم از اونها میتونه 60% 70% اچ پی تون رو بزنه و شاید دوتاشون با هم بزنن بتونه شما رو تگ کنه. بس خیلی مهمه که اسپل هاتون رو بشناسید و ازشون درست استفاده کنید. خب میخوایم بریم سراغ اسپل هامون و راجبشون صحبت کنیم و طبق روالمون از سمت پسیف هامون شروع میکنیم. مستریمون چی کار میکنه؟ مستریمون گفته شانس بلاک و شانس کریتیکال بلاک رو افزایش میده. خب کریتیکال بلاک چیه؟ کریتیکال بلاک بلاک دو برابره. مثلا اگه قرار بوده بلاک 40% دمیج اسپلی رو کم بکنه، وقتی کریتیکال بلاک میخوره 80% دمیج اسپلی رو کم میکنه. پس خیلی میتونه مستری برامون استات خفنی باشه وقتی میخوایم دیفنسیو بازی کنیم. ما معمولا راجع به حالا پسیوامون زیاد صحبت نمیکنیم، ولی اینجا یه پسیوی هست که باید راجع بهش صحبت بکنیم. این پسیو اسمش چی؟ اسمش ونگارده. گفته به نسبت میزان استرنجتون بهتون استامینا و آرمور میده. اگر دقت کرده باشید ما آخر ویدیوهامون سراغ استات که میریم، معمولا میگیم مثلا برای این هیلو اینتلکت استات 1، برای این هیلو اجیلیتی استات 1، برای این هیلو مثلا استرنس استات 1. خب الان اینجا میتونین اون دلیلش رو متوجه بشین. به میزان استرنستون، هر چی استرنستون بالاتر باشه آرمور و استامینا میگیرید، سفت‌تر میشید، قوی‌تر میشید از لحاظ تانکی. پس خیلی مهمه که آیتم هایی که آیتم لول بالاتری داره اونها رو اولویت قرار بدید در آیتم هایی که استت بهتری دارن. خب دیگه توضیحات خاصی نداره، میخوایم بریم سراغ اسپل هامون. اولین اسپلی که میخوایم صحبت کنیم راجع به شیلد بلاک. شیلد بلاک چی کار میکنه؟ گفته به مدت 8 ثانیه آینده شما تمامی میلی اتک ها رو بلاک میکنید، یعنی میتونه دمیجشون رو کم کنه و این بلاک میتونه کریتیکال بلاک هم باشه، یعنی دمیجش رو 2x کم کنه. و توی تایم شیلد بلاک ما 30% دمیج شیلد اسلممون
بیشتره، پس خیلی مهمه شیلد بلاکمون همیشه رومون باشه، آب تایمش رو برسونیم به 90-95%، همیشه سعی کنیم رومون باشه و این شیلد بلاک رو درست استفاده کنیم. چیا بهمون شیلد بلاک میده؟ یکی استفاده کردن از خود شیلد بلاک، دیگه چی؟ همین تالنت بولستر که راجبش صحبت کردیم، گفتیم لاست استند که میزنیم توی تایم لاست استند که فکر میکنم یه چیزی حدود 10-12 ثانیه 15 ثانیه رومونه، توی کل تایمش ما شیلد بلاک داریم، دیگه نیاز نیست شیلد بلاک بزنیم. خیلی باید حواسمون باشه که اینا رو مثلا رو هم نزنیم، بتونیم آپ تایم شیلد بلاک رو زیاد کنیم. شیلد بلاک مساوی دی پی اس بیشتر، مساوی دیفنسیو بیشتر، مساوی دیفنسیو باز بیشترتر. خب این اسپل رو آشنا شدیم، حالا میخوایم بریم صفحه پروتکشن، اونجا کلی صحبت بکنیم. اولین اسپل اویتار 20% دمیج دانمون رو زیاد میکنه، گفتیم دیگه دمیج دان مساوی دیفنسیو تو وریور پروتکشن، پس خیلی مهمه دائم از اویتارمون استفاده کنیم. تانت دست جم توضیح اضافه نمیخواد، دیفنسیو استنس 20% دمیج تیکن و دمیج دانتون رو کم میکنه 10%، و زمانی که وریور پروتکشن رو دارید یاد میگیرید، دارید دانجن ها رو یاد میگیرید و هنوز تسلط کافی رو دانجن و روی حالا کلاستون یا مثلا اون سطح کیستون ندارید، سعی کنید روی دیفنسیو استنس بازی کنید. چرا؟ چون بهتون کمک میکنه یکم تانک تر باشید. خیلی از تانک ها باید حتما یه سی دی یوز کنن که 20% دمیج تیکن بگیرن، ولی وریور تانک صرفا با استنسی که آپ تایمش همیشه روش 100% میتونه 20% دمیج تیکنش کاهش پیدا کنه. حالا زمانی که بازیتون خوب شد، رو اون سطح کیستون تسلط کافی پیدا کردید، یا یه پکی بود میدونستید خطر نداره، میتونید برید رو بتل استنس و بتل استنس بهتون 3% کریت میده، دمیجتون به حالت نرمال برمیگرده. اینجا مثلا 90% دمیج دان دارید، 90% نرمال دمیج دان دارید، اینجا برمیگرده روی همون 100%. خب دیگه چیا داریم؟ دیمورالایزینگ شاوتو داریم. دی اس چیکار میکنه؟ خیلی اسمشو نخواهیم دائم تکرار کنیم. دمورالایزینگ باعث میشه که تارگت هایی که این دیباف روشون بیفته 20% ما کمتر بزنن و یه ریج خیلی زیادی هم به همون میده. این خودش یه دیفنسیو 45 ثانیه کولان دوباره 20% دمیج تیکره بیشتر. شما میتونید تالنت تاندر لورد بگیرید، هر بار کلب بکوبید این کولانش های کاهش پیدا کنه و تقریبا یه آپ تایم خیلی بالایی ازش داشته باشید. دیگه چی؟ ایگنور پینه که ایگنور پین رو راجبش صحبت کردیم. لست استنز هم که گفتیم بهتون 30% مکسیموم اچ پی تون رو توی لحظه استفاده کردن زیاد میکنه تو تایم لست استنز. به خاطر تالنت بولستر شما شیلد بلاک دارید و دمیج کمتری میخورید به خاطر شیلد بلاک، پس سی دی خیلی خوبیه و 4 ستتون هم الان با لست استنز کار میکنه که من واقعا ازش راضی نیستم که دیفنسیوتون رو به بخش آفنسیو هیروتون بس کنه، و پیش از این راجبش توی یه ویدیو دیگه یادم کامل توضیح دادم. دیگه چی داریم؟ رویجر داریم. رویجر پیش از این تو وریور فیوری و حالا فکر میکنم آن روزم داشتیم راجبش توضیح دادیم. میندازینش رو زمین، شروع میکنه دمیج دادن. الان من رویجر بندازم شما ببینید. رویجر ویپنتون رو میندازه رو زمین، شروع میکنه دمیج دادن، و نکته ای که در مورد رویجر وجود داره اینه که رویجر هر بار دمیج میده 10 تا ریج میده. استارت پک ها میتونه خیلی کمک کنه، شما ایگنور پین استک کنید، بتونید دائم لول های مختلفتون رو بزنید، شیلد بلاکتون رو بزنید که ازتون ریج زیادی میبره، و خیلی چیزایی که ازتون ریج میخواد میتونید توی این رویجر استفاده کنید و بهتون این دائما داره ریج میده، و ریجتون رو سعی کنید هیچ وقت کپ نکنید، ریجتون رو از دست ندید. رندو داریم که حالا بود و نبودش تو اصطلاح اون مهم نیست، من از قدیم توی همین شماره سم بوده و همینجا مونده، و شما با تاندر کلاب رند روی همه تارگت ها میندازید. الان من این رندو از اینجا وردارم بندازم بیرون، هیچ تأثیری نداره. رویجو داریم که توضیح دادیم، گفتیم هر بار داج یا پری بدیم دیگه ریج نمیخواد و به همه تارگت های جلومون دمیج میده، دمیج خیلی زیادی هم میده، اگر وریورها درست استفادهش کنن میتونه جزو دی پی اس های برترشون باشه. و دیگه غیر اون شیلد شارژ داریم که گفتیم باید راجبش صحبت کنیم. شیلد شارژ چیکار میکنه؟ توی شادولند این شیلد شارژ یه لژندری بود و توی دراگون فلایت که دیگه لژندری نداریم اومدن اینو تبدیل کردن به یه تالنت. چیکار میکنه؟ شارژ میکنه به سمت تارگت، تارگت رو استان میکنه، یه دمیج خیلی زیادی میده به اطرافیان تارگت هم تقریبا 30% اون دمیج رو دمیج میده، و سه تا کار میکنه. بهتون شیلد بلاک میده که گفتیم یکی از راه‌ها شیلد بلاکه، بهتون فکر میکنم 10 ثانیه شیلد بلاک میده اگه اشتباه نکنم. دیگه بهتون رونج میده که باعث میشه رونجتون بتونه این استند بخوره، ریج نخواد. دیگه
باعث میشه که یک ریج اضافه ای هم بهتون داده بشه به جز اون ریج بیسیکش که 20 تا 20 تام اضافه میده و باعث میشه بشه 40 تا که خیلی اسپل خوبیه، باید دائما ازش استفاده کنید، خیلی مهمه که درست ازش استفاده کنید. خب شیلد والو داریم که گفتیم دیفنسیو اصلیمونه، 40% دمیج تیکنمون رو کم میکنه، خیلی مهمه درست ازش استفاده کنیم. تالنت های مختلف داریم که کولدانش کم میکنه، هر بار شیلد اسلم بزنیم کولدانش کم میشه، انگر منیجمنت هی کولدانش رو کم میکنه و این که الان میبینیم مثلا 3 دقیقه و نیمه میکنش تقریبا 2 دقیقه همچین چیزی میشه اگه درست بازی کنید. اسپل بلاک رو به صورت کامل توضیح دادیم، تاندر کلپ هم مشخصه، میکوبید روی همه تارگت های اطراف، رند میندازید و توضیح دیگه ای باقی نمیمونه. فکر نمی کنم تالنت یا اسپلی مونده باشه که توضیح نداده باشیم و اسپل خیلی مهم می باشه و جوری سخت باشه که متوجه نشید، بقیه رو استفاده کنید خیلی راحت متوجه میشید. فقط فکر میکنم شیل اسلم میمونه که سورس اصلی تولید ریجمونه و هر بار ردی شد باید بزنیمش. خیلی از تالنت ها رو داریم که با شیل اسلم حالا یک رابطه ای داره و میبینید دوستیتور شانس داره ریستش کنه، ریونج شانس داره ریستش کنه، تاندر کلاب شانس داره ریست کنه، اگزیکیوت شانس داره ریست کنه. وقتی شیلد اسلم میزنید کولان شیلد والتون کم میشه، شیلد اسلم که بزنید حالا تایم شیلد بلاکتون افزایش پیدا میکنه، دمیج شیلد اسلم زیاد میشه و خلاصه خیلی چیزهای دیگه که با شیلد اسلم در ارتباطه. پس خیلی مهمه که شیلد اسلم میتونه دائم استفاده کنید. خب بخش اسپل هامونم به پایان رسید، میخواییم بریم راجع به روتیشن صحبت کنیم، خیلی سریع بریم تو بخش روتیشن. خب ما پیش از این صحبت کردیم بارها و بارها، گفتیم تانک ها و هیلر ها چیزی به نام روتیشن مثل دی پی اس ها ندارن که این اسپل رو اول بزن بعد اون اسپل رو بزن بعد اون رو بزن، یه چیزی به نام اولویت داریم. خب اولویت های وریور چجوریه؟ ما باید سعی کنیم همیشه شیل بلاک رومون باشه، شیل بلاک شانس بلاک رو تا 100% افزایش میده. میبینید به صورت عادی 38 بود دیگه، الان 138 و من 100% شانس دارم که اتک ها رو بلاک کنم، دمیج اتک ها رو کم کنم. دیگه چی؟ شیلد اسلم هم باید دائم سر سی دی بزنم، باید همیشه قبل از تاندر کلاپ هم یه دونه رونج بزنم، رونج هم هر بار ریدی شد بدون رید شد بزنم، همیشه اویتارم رو استفاده کنم که دمیج دان بهم دیفنسیو میده، ریجمو به صورت دائم باید مصرف کنم، نذارم ریجمو هیچ وقت به 100 برسه. ریجمو کجا میتونم استفاده کنم؟ میتونم رو ایگنور پین استفاده کنم، میتونم رو شیلد بلاک استفاده کنم و دائما باید تولید کنم استفاده کنم. کل وریور پروتکشن همینه، کل قضیه روتیشنتون همینه. سعی کنید بلاکتون شیلد بلاکتون رو همیشه آپ تایمش رو نگه دارید. چه سورسایی داشت؟ یکی شیلد چارج بود، شیلد چارج میزنم بهم شیلد بلاک داد، خود شیلد بلاک بود، دیگه مثلا لاست استند بود، دیفنسیو های مختلف بود، سعی کنم بیشترین دی پی اس ممکن رو بدم، سعی کنم سی دی امو سر تایم بزنم، اویتار، رویجر، دموشات، نمیدونم تاندرس رو، خیلی چیزهای مختلف رو میتونم استفاده کنم و اون کاربردی که میخوام رو ازشون بگیرم. پس خیلی مهمه که شما حتما نکات مختلف هیروتون رو رعایت کنید. خب بریم وارد بخش استت ها بشیم و توضیح بدیم که هر کدوم از استت های وریور چی کار میکنه و چه استت هایی برامون خوبه. ما پیش از اینم یه توضیحاتی دادیم، گفتیم استرنس اولویت اولمونه. چرا؟ گفتیم به خاطر پسیو ونگارد، ونگارد بهمون آرمور و استامینا میداد و میتونست خیلی کمک کنه که ما ایگنور پین های قوی تری داشته باشیم، پس خیلی مهمه که درست رعایت کنیم. بعد از اون اولویت 99% تانک ها هیست بیشتر مساوی گلوبال کولدان کمتر، اسپل هاتون کولدانش کمتره، ریج بیشتری تولید میکنید، دی پی اس بیشتری میدید، دی پی اس بیشتر مساوی دیفنسیو بیشتر و خلاصه همه چیه بیشتر. پس خیلی مهمه که حتما هیستتون رو تا حد ممکن بالا ببرید. دیگه غیر از اون چی داریم؟ غیر از اون ورسا رو داریم به عنوان اولویت دومو، دمیج دانمون رو مستقیما افزایش میده، دمیج تیکنمون رو کم میکنه، هلینگ دانمون رو افزایش میده و همش نکات مثبتیه. خب کریت برای وریور چیکار میکنه؟ کریت به وریور پری میده. پری آیا اونقدر برامون مهم هست؟ آره، پری میتونه مثلا باعث شه ما رویج بیشتری بزنیم، رویجمون بدون ریج بشه، ولی رویج خودش اونقدر اولویت تو اسپل هامون نداره. مثلا اولویت سوم چهارممونه، گفتیم اولویت یک دائم بودن شیلد بلاکمونه، اولویت دومون استفاده دائم از شیلد اسلممون بود و اولویت های بعدیمون هم سی دی های مختلفمون بود
که حالا رویج یکم اولویت میره مثلا چهارم پنجم، برای همین کریت اونقدر برامون مهم نیست. خب بجز اون دیگه چی داریم؟ مستری میمونه. مستری به صورت کلی باعث میشه دمیج تیکرمون به خاطر بلاک و کریتیکال بلاک کاهش پیدا کنه، پس مستری میتونه استات دیفنسیو خوبی برامون باشه، ولی اولویتش به اندازه هیست و ورسا قطعا نخواهد بود. پس استات هامون به چه ترتیبی میشه؟ اولویت یک آیتم لول و استرنث، اولویت دو هیست، سه ورسا، چهار کریت و پنج مستری. ولی همیشه سعی کنید تیروتون رو سیم کنید. چات سیم بگین سیم به درد تانک و هیلر نمیخوره. آره درسته سیم بهتون نشون نمیده دیفنسیو وایز چجوری میتونید بازی کنید، ولی سیم میتونه به صورت کلی بهتون یه کمک های کوچیکی بکنه، یا مثلا میتونید برید بازی بقیه پلیرها رو تو استریم های مختلف ببینید و اونها میتونن نکاتی بگن، حالا سبک بازیشون رو ببینید. اینها خیلی میتونه به صورت کلی بهتون کمک کنه. برای آیتم های بی آی استون هم اگه بخوایم صحبت کنیم، لیستشو میبینید. بارها گفتیم توی واحد لیست آیتم های بی آی استون چه رید چه دانجن هست. فقط میمونه مثلا ترینکت ها، که ترینکت دی پی اس اگر بخواید بندازید میتونید المنتنیوم پاکت آن ویل بندازید که دی پی اس خیلی خوبی داره، ترینکت باس آخر هست. ترینکت های دیفنسیو مثل ترینکت نلساریون هست، ترینکت استات هست که حالا اونقدر براتون خفن نیست ولی باز هم میتونه چیز خوبی باشه، یا مثلا ترینکت های دیفنسیو از سمت دانجن ها مثل مثلا تیری ماوس و ترینکت نلساروس نلساریون لر، و یا مثلا ترینکت کریت نلساریون لر مارک آف دارگول که میتونه خیلی دمیج زیادی بده، یا مثلا هارت آف تاندر که خب این هم دمیج زیادی میده و ورسای زیادی میده و ورسای استات دوم میتونه. ولی من باز هم اولویت رو به ترینکت بیکان و المنتینیوم پاکت آنویل میدم که دی پی اس خیلی زیادی همین دوتا میتونن بدن. میبینید تو لیستم اولویت اولتون استون، درجه استون ترینکت باس آخره، ترینکت بعدیتون پاکت آنویل، بعد از اون ترینکت نلتاریون لره، ترینکت اسالت آف زاکالیه و خیلی ترینکت های دیگه که تو لیست واحد اگه بیاین میتونید ببینید. در مورد آیتم های ساختنی تون اگر بخوایم صحبت کنیم، همیشه اولویت شما برای ساختن ویپن و شیلد. خب اگر ویپن و شیلد دارین که الان دیگه آخرهای سیزنیم طبیعیه داشته باشید، اولویت بعدیتون برای آیتم های ساختنی میشه کمربند پلیت. این خودش یه دمیج خیلی زیادی میده و میتونه خیلی چیز خوبی باشه. دیگه غیر از اون واقعیت برامون لاریات رو معرفی کرده، پس اگر 5 تا یا بیشتر جم دارید، سوکت دارید، میتونید از لاریات استفاده کنید. ولی من به شما توصیه میکنم که آیتم دوم لگ پلیت رو بسازید که استارت کار بهتون یه هیست خیلی زیادی میده و 5 تا استک میشه، یه چیز حدود 1500 تا هیست میده. الان میبینید تقریبا 10% 15% میتونه به من هیست بده. من اینجا برم تو پک ببینم آیا به هم چند تا هیست میده. خب این استک شد، استکش تقریبا 1200 تا. یه اتک دیگه بدم، یه چیز حدود 5% تونسته به هم هیست بده. 5% هیست خیلی رقم زیادیه. میبینید 6% هیست بود، به علاوه خیلی چیزهای دیگه میتونه هیست منو به یه رقم عجیب غریبی برسونه، پس میتونه خیلی آپشن قوی براتون باشه. یا میتونید مثل واحد لاریات بسازید، یا مثلا ریست مثلا ورسا بسازید. چیزهای مختلفی وجود داره که میتونید ازش استفاده کنید. و فکر میکنم با این توضیحات اکثر توضیحات رو دادیم. فقط میمونه ریس و کانسومبل، که ریس من بارها و بارها گفتم سعی کنید اون چیزی رو انتخاب کنید که لذت میبرید باهاش بازی کنید. مثلا من میبینید نوم ساختم و یک شاد بهترین گزینه هم برای وریور نباشه، ولی من با این حال میکنم، چون ریس نهایتا بین 0.5% تا 1% روی دی پی اس تون تأثیر میذاره. و اگر با اون کلاس با اون قیافه هیروتون حال نکنید، بعد از یه مدت دلتون رو میزنه ولش میکنید، ولی وقتی با اون حال کنید هر وقت بیاید لذت میبرید و بازی میکنید. میبینید من یک کاراکتر گوگلی ساختم با موهای بنفش، مثلا حالت نمیدونم چی بهش میگم پیکتیل و اینا، و همیشه با این کاراکترم حال میکردم از قدیم و سعی میکنم با این بازی کنم، هیچ وقت دلمو نمیزنه. این همیشه وریور یکی از کاراکترهای محبوبم بوده. خب ممنون که ویدیو رو تا پایان دیدید، امیدوارم از ویدیویی که دیدید لذت برده باشید. سعی کردم تمامی نکات مربوط به وریور رو توی ویدیو قرار بدم. اگر سوالی هست از طریق کامنت ها و یا از طریق لینک دیسکورد که توی توضیحات همه ویدیوهامون هست میتونید با من در ارتباط باشید و من سعی میکنم تمامی سوالات شما عزیزان رو جواب بدم. امیدوارم که از ویدیویی که دیدید لذت برده باشید. اگر دوستش داشتید لایکش کنید و فعلا خدا نگهدارش.